سلام، سراغ یکی از وسترن های کلاسیک جان هیوستون اومدیم که ابتدا قرار بود فیلمی درباره روابط نژادی باشه. اما خب مثل اکثر وسترن های دیگه آخر سر پر شد از اکشن و کشت و کشتار. فیلمی با بازی برت لنکستر، سوپر استار جذاب هالیوود در نقش بن زکری و البته تنها وسترن اودی هپبورن در کارنامه بازیگریش. اگرچه خود هیوستون به خاطر حاشیه های زمان تولید نابخشوده از ساخت این فیلم پشیمون به نظر می اومد، اما فیلم بسیار خوش ساخت و اتفاقا وسترن دیدنی و جذابیه. از نماهای بیابونی پر از سرخپوست و گاوهای در حال چرا به خونه می رسیم که در کنار تپهی واقع شده. دختر خانواده ریچل کارهای خونه را نصف کاره رها میکنه تا به سواری بره، اما اونجا با مردی غریبه و عجیب مواجه میشه. مرد خودش رو شمشیر خدا معرفی میکنه، آتش و انتقام. یه سرباز قدیمی که حالا موعظه‌گری سرگردان به نظر میاد. ریچل به مادرش درباره سوار عجیب میگه و سوالهایی که او را آشفته کرده و مادر رو هم آشفته میکنه. اما به زودی نوبت خود ماتیلدا میشه تا با این مرد عجیب روبرو شه. اون هم در زمانی که مردهای خونه به صحرا رفتن و این ترس و تنهایی بیتابی برای بازگشت پسرها رو بیشتر میکنه. مادر و دختر از بن حرف میزنن و ریچل شوقی ستایشگرانه برای برادر ناتنی از خودش نشون میده. با بازگشت پسرها البته به نظر میاد که قائل خصم بخیر شده. خانواده رالینز هم که شرکای اصلی بن هستن به اونها میپیوندن و بزمی کوچک به پا میشه. بزمی که البته شنیدن یک جمله در اون بن رو به فکر فرو میبره. سواری سرگردان با شمشیر. پیرمردی مرموز که اطراف املاک زاکری ها میپلکه. خب این ماجرا باید جوری حل بشه، پس به نوکش سحر نزده از خونه بیرون میزنن تا هر طور شده شر غریبه رو کم کنن. اما طوفان به کمک غریبه میاد و او اگرچه اسبش رو از دست میده، اما موفق میشه خودش رو نجات بده و در اولین فرصت اسب دورگه ریچل رو هم میدزده. اون هم در شرایطی که همه افراد اونها در کنار هم جمع شدن و هنرنمای جانی پرتغال در رام کردن اسب سرگرمشون کرده. خیلی از منتقدان میگن تا اینجا فیلم هنوز شروع نشده و 40 دقیقه مقدمه چینی هیوستون برای ورود به ماجرای اصلی کمی طولانی به نظرشون میاد. جایی که سرخپوست‌ها با پرچم صلح جلوی خونه خانواده زاکری منتظر میمونن و مدعی میشن مطابق گفته های مرد سفید که با آسمون ها در ارتباطه، دختری که سالها پیش از اونها رو بوده شده در این خونه زندگی میکنه. بن هر جور شده سرخپوست ها رو دست به سر میکنه، اما اون سوار پچپچگر بیکار ننشسته و حرف های خودش رو در گوش زنان اهالی یک به یک تکرار میکنه تا شایعه زندگی کردن یک زن سرخپوست از قبیله کایووا بین کارگرها هم پخشه. آیا پچپچه های کلسی ریشه در واقعیت هم داره یا همش ساخته ذهن و توهمات خودشه؟ چه کسی از راز اصلی خبر داره و آیا شکافتن قلب حقیقت تغییری در روند ماجرا ایجاد میکنه؟ You can't kill me. The God of vengeance will blind your eyes.
خانواده‌ای که داریم مهمتر یا خانواده‌ای که میتونستیم داشته باشیم؟ پاسخ بیشتر این سوال‌ها در نیمه دوم فیلم برای شما روشن میشه. یه وسترن ناب با بازی‌های درخشان شاید خواهد بود که اگرچه از اهداف اصلی جان هیوستون فاصله میگیره اما بسیار پرتب و تاب به پایان میرسه. بد نیست بدونین جان هیوستون نابخشوده رو در پاسخ به وسترن جویندگان اثر جان فورد میسازه. طبعاً در اون فیلم ماجرا برعکسه. جنگجویان کومانچی دختر یه سفید پوست رو رو بودن و دو هفتیرکش برای نجات دبی ادواردز راهی میشن. فیلمی با بازی جان وین. حالا این بار دختر سرخپوست در خانواده سفیدپوست بزرگ شده و سرخپوستا خواهان پس دادن اون هستن. البته هر دو فیلم برگرفته از رمان‌های نوشته آلن می هستن و البته تا زمانی که سفیدپوست‌های سرسخت و متعصب فیلم‌های وسترن می‌سازن نتیجه معلومه که به چه سمتی میره. بنابراین قرار نیست فیلمی مثل بزرگ مرد کوچک با بازی داستین هافمن یا رقصنده با گرگ‌های کوین کاستنر رو شاهد باشین. در این فیلم یک آدری هپبرن منهای جیوانشی رو خواهید دید با لباس‌های ساده دختری جوان در تگزاس بدون هیچ زیورآلاتی و البته با پوستی برنزه و گریمی که زاویه‌های صورت و به ویژه بینی او رو تیزتر نشون میده و البته گیسوان بلند لخت. اگر تو در این فیلم سوارکار قابلی به نظر میاد اما در یکی از همین سوارکاری ها از اسب سقوط میکنه و کمرش دچار آسیب جدی میشه. 6 هفته بستری او در بیمارستان البته تنها دغدغه هیوستون نبود. هپبرن زمانی که سر فیلم برداری اومد باردار بود و این سقوط باعث شد ناچار به سقط جنین شه. اگرچه خود هپبرن هیچ وقت از این قضیه گله‌ای نکرد اما هیوستون هیچ وقت خودش رو به خاطر این اتفاق نبخشید و برای همین همیشه از نابخشوده متنفر بود. شاید یکی از دلایل ناراحتیش هم اینه که هپبرن پس از فیلم عمارت‌های سبز قرار بود 1 سال استراحت بکنه تا سر پروژه بعدی بره، اما پس از خوندن فیلمنامه جذب این فیلم شد و قبول کرد که در پروژه حضور داشته باشه. قبل از شروع فیلم برداری جان هیوستون و برت لنکستر خانم لیلیان گیش رو برمیدارن با خودشون به صحرا میبرن تا به او تیراندازی یاد بدن، چون فکر میکردن که تیراندازهای خیلی قابلی هستن، اما اونجا متوجه شدن که او هم سریعتر و هم دقیقتر از اونها تیراندازی میکنه. اونجا میفهمن که او تیراندازی رو قبلا از الجنینگز یاد گرفته. داستان الجنینگز هم بامزه است. او یک تبهکار واقعی و سارق بانک حرفه‌ای بود و پس از دوران طولانی محکومیت و آزادی اومد سراغ بازیگری و در فیلم‌های وسترن صامت این بار سرقت‌های نمایشی رو اجرا می‌کرد. لیلیان گیش توسط او به تیراندازی علاقمند شده بود و به نظر میاد که این کار رو خیلی هم خوب یاد گرفته. کیک داگلاس، ریچارد برتون و تونی کورتیس بازیگرایی بودند که برای نقش کش کانادا بودند. کیک داگلاس رو کنار گذاشتن چون معتقد بودن توازن بین بازیگرا رو به هم میزنه. تونی کورتیس گفتش دیگه از دوران بازی نقش دوم عبور کرده و پروژه رو قبول نکرد. ریچارد برتون هم کلن 2 سال بود که نقش قبول نمیکرد چون فکر میکرد قراره به زودی بمیره. نقش کش زکری در نهایت به ادی مورفی رسید و جالبه که نزدیک بود غرق شه و جونش رو سر این فیلم از دست بده. گفته میشه با تغییراتی که MGM در پروژه ایجاد کرد ممکن بود جان هیوستون کلن کنار بکشه، چرا که اونا اعتقاد داشتن جنبه انتقادی در مورد روابط نژادی باید به لایه دوم فیلم بره و عوضش بخش اکشن و ماجراجی رو بیاد تا فیلم بفروشه. اما استعفا نداد تا $300,000 که برای بازسازی ویلای ایرلندیش لازم داشت جور بشه. آدری هپبرن 36 سال از لیلیان گیش کوچیک‌تر بود اما 38 روز قبل از او در سال 1993 درگذشت. مطابق معمول با مرور چند سکانس فیلم این ولاگ رو به پایان برسونیم.
جانی پرتغال توجه ریچل رو جلب کرده، اما این چندان به مزاق برادر گردن کلفتش خوش نمیاد. Ain't you the prettiest devil I ever did see? It ain't going to hurt much. چارلی ظاهراً اومده خواستگاری ریچل، اما ریاکشن هاشون حین جوابهای مثبتی که دارن میدن نشون میده که چیزی که در قلبشون هست با چیزی که به زبونشون میاد خیلی فاصله داره. I'm going to have to marry him, I suppose. Well, it's come to pass, Mama. Hey, we're getting married. Charlie, he said yes. Rachel. Yay! Now tell me the truth, girl. Do you love him, Rachel? Of course I do. جانی پرتغال با سه اسب به تعقیب مرد دیوانه میره. یکی از اون سکانس های ماندگار فیلم، جایی که از استعداد سرخپوستی او داره برای شکار یک سفیدپوست استفاده میشه. گفته میشه سکانس های بیشتری از جانی پرتغال با بازی جانی ساکس در فیلم بوده که بعداً در تدوین نهایی حذف شده. و در پایان جایی که ریچل رنگ پوست خودش رو در آینه برانداز میکنه. اودی هپبرن رو در این فیلم خیلی برونزه کرده بودن و عوضش گیش رو خیلی سفید تا کنتراست رنگ این دوتا خیلی به نظر بیاد. این یکی از فیلم‌های اصلی کارنامه جان هیوستون و به زعم دیوید تامسون بهترین اونهاست. پس حتی اگر طرفدار ژانر وسترن هم نیستین، دیدن این فیلم رو نباید از دست بدین. به خصوص که صحنه‌های هیجان‌انگیز و دیالوگ‌های موندگار منتظرتونه. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه و یادآوری می‌کنم بقیه ویدیوهای پلی‌لیست سینمای کلاسیک رو از دست ندین.